باید مطمئن بشم نماینده به چی رأی میده که بعدا نزنه زیرش. باید رأی شفاف شه، از اموال داراییش با شفاف شه. آقا اومدیم و اعلام نکرد. آها قانون میذاریم که اگر دروغ گفته بودی تا آخر عمرت از تمام منصبهای حکومتی و دولتی کناری. خب بازم باریکلا اون موقع رقبای سیاسیش در به در دنبال میگردن ازش یه خونه پیدا کنن. همین چی شد؟ همین الان دیدی هی فیشا میاد بیرون، سندا میاد بیرون، هیچ کارایی نداره جز اینکه مردم چی بشن، حسشون هی بدتر بشه، حس فساده. اون موقع اصلا کشور خارجی این کار میکنن. آقا کشور خارجی از ترس خدا پیغمبر دزدی نمیکنن؟ نه، عاشق دزدین، میزنن به وقتش هم میزنن، اساسی هم میدزدن. پس چرا دزدی نمیکنن؟ از ترس جونشونه. میگن پدر ما رو در میارن، میگیرن. خب چیکار کردن اونا میتونن؟ همونا رو بیا اینجا تصویب کن. خیلی ساده است. دو، آقای نماینده من باید بدونم به کی رأی میدی. تو نماینده منه دیگه، وکیل مردم، نماینده من. قرار بود من برم رأی بدم، 85 میلیون قرار بود من رأی بدن. نمیشده، خر تو خر میشده، شیر تو شیر میشده. خدا چیکار کنه؟ آقا هر چند هزار نفر یه نفر معرفی کن، او عوضشو بره رأی بده. تو از کجا معلوم ما رو گول نزده باشی؟ بگی که چی؟ من مردم میرم به نمایندگی، از شما این کارو انجام میدم، میره اون طرف اون کارو انجام میده، آن کار دیگر میکنه. من باید مطمئن میشم به چی رأی دادی. تا مجلس هفتم رأی نماینده ما شفاف بود، اینجور فسادا رو ما نداشتیم. جالب میدونی که رأی قیام و قعودی بود، میگفتن کیا موافقن بلند میشدن، قشنگ معلوم بود کی موافقه کی مخالف. از مجلس هفتم به بعد که الکترونیکی شد دیگه معلوم نیست کی به چی داره رأی میده. فسادا زد بیرون. میبینید هست این رابطه مستقیم بین قوانین غلط، قانون فساد زاه. بعد میگم آقای نماینده، میگه بله بفرمایید. میگم جسارتاً چند تا چیز دیگه هم باید شفاف کنیم. رأیتون تو کمیسیونا، اینکه طرح اول میره تو کمیسیون دیگه، چکشکاری میشه بعد میره تو صحنه علنی. معمولاً به چیزی که کمیسیون رأی داده رأی میدن. طرف حوزه بهداشت و درمان از کشاورزی سر در نمیاره، میگه نظر کمیسیون کشاورزی چیه؟ میگه اینه. میگه خب باشه، اعتماد میکنن به هم دیگه، طبیعی هم هست، من تو هم باشه این کار میکنم. پس اصل فتنه کجا داره اتفاق میفته؟ اصل فساد تو کمیسیونا. تو کمیسیونا باید ما معلوم باشه کیا میرن کیا میان. تو کمیسیونا باید ببینیم چه کسی رأی مثبت داد چه کسی رأی منفی داد. ما الان بعضن نمیدونیم حتی فلان طرحو کی داده، بس که دست نویس الکی داد همجا الکی یلخیه بفهم چه کسی این طرحو داد. بعد مرحله بعد اومد توی کمیسیونا هم کیا موافق بودن کیا مخالف. این باعث میشه طرف بگه عجب این طرح دیگه به اسم من نوشته شده است. قبل اینکه هر مزخرفی رو به عنوان طرح بیاد بده، میره با 100 تا استاد دانشگاه جلسه میذاره خودش. طرح قبل از ارائه پخته شده، بحثش صورت گرفته. این راهکار. باز میگه آقا راهکار بده، رایفی بود راهکار دارم میدم، چیکار دارم میکنم. بعدش میاد تو صحنه علنی. علنی باید رأی گیری کنید، بگید امروز به فلانی ها الکترونیکی دیگه قشنگ آره و نه. همین الان میگه که بخش آی تی مجلس تمام رأی ها رو داره، کی به چه کسی چه جوری رأی داده. خب ما میگیم چه؟ بسم الله بیان علنی کن، بگو که اینا به برجام. آقا کیا اون 20 دقیقه تازه کیا گفتن؟ آره که گفتن، اما دوستان بدونید تو مجلس ما رأی چیز شد، رأی گیری شد تمام که ترامپ سفارت رو اعلام کرد برای اورشلیم. 15 تا نماینده رأی موافق داده بودن. ما 15 تا صهیونیست داریم، 15 تا طرفدار اسرائیل داریم. اینا کیان؟ خب مردم بدونن. حالا شاید خواستم به طرفدار اسرائیل رأی بدن دوباره، بدونن، فقط بدونن. خیلی عجیبه.